ادامه برنامه خبری نگاه، کاروان صلح فرهاد دریا به هلمند رسید و با نواختن موسیقی زیبا گوشهای هلمندیان را نوازش داد. دریا گفته که کاروان صلح او به هیچ ارگان وابسته نیست و از سوی مردم افغانستان حمایت و با پیش برده می شود. این کاروان یک روز پیش از کنفرانس کابل زیر نام زندگی زیباست آغاز به کار کرد و پیش از این نیز کنسرت‌های موسیقی در ولایت‌های هرات و مزار شریف برگزار کرده است. این کنسرت به ساعت 4 عصر در استادیوم ورزشی شهر لشکرگاه آغاز شد. روح‌الله الهان در این کنسرت شرکت کرده بود و این گزارش را تهیه کرده است. فرهاد دریا یکی از هنرمندان مشهور کشور گفته است هلمند نماد زخمی است که افغانستان در طول 3 دهه گذشته در سینه داشته است. او آمده تا با پیشکش نمودن کاروان صلح از طریق هنر پیام‌آور صلح باشد. صلح آرزوی هر شهروند کشور است که به گفته دریا نیاز به یک حرکت نمادین دارد و او خواسته است آغازگر این حرکت باشد. دریا میگوید کاروان صلح او وابسته به هیچ ارگانی نیست و جنبه سیاسی ندارد. او همچنان گفته است میخواهد با این کاروان تصویر واقعی هلمند را و جامعه جهانی نمایش دهد. او همی سفر بزرگتر به نام زندگی زیباست یا جمع خوکلده یک آینه بسیار کلان پیش روی هلمند و همی منطقه میگیرم و این را دوباره به جهان دار میتونم. شما یکی از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق دروازه های عجیب دست و سیاست بیمه، او هلمند است، این هلمند است. دریا گفته است که پیام صلح را همراه با این کاروان به تمام روستاهای کشور میرساند. این هنرمند مطرح کشور کنسرتی را به منظور گرد هم آوردن مردم برای تلاش در راستای صلح زیر نام زندگی زیباست راه اندازی کرده که ساعت 4 عصر در استادیوم ورزشی شهر لشکرگاه آغاز شده است. مقام های امنیتی به مردم گفتند که این کنسرت در تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است. به همین ترتیب نوبت به خبرهای خارجی است. آقای افتخاری. تشکر میساق. کاخ سفید خواستار تصویب پیمان اتمی با روسیه در سال جاری میلادی از سوی مجلس صنایع این کشور شده است. رئیس جمهوری آمریکا تصویب این پیمان را مهمترین اولویت در عرصه امنیت ملی برای کنگره فعلی که دوره کاریش بیش از چند هفته دیگر باقی نیست عنوان کرده است. باراک اوباما در نشست روز پنج شنبه خود در کاخ سفید با شماره از چهره‌های سابق جمهوری خواهان و دموکرات تصویب این پیمان را مربوط به امنیت ملی این کشور خوانده است. رئیس جمهور